Maybe you should check yours. ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه‌های یک کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. پیش از آغاز برنامه لازم است که درباره دو موضوع، یکی بسیار غم‌انگیز و دیگری افتخارآمیز، با شما چند کلمه سخن بگویم. رویداد بسیار ناگوار زلزله اهر و ادامه زلزله ها در آذربایجان همه مردم ایران رو در همدردی با مردم زلزله زده غمناک و دل مشغول کرده. من هم به نوبه خودم به راستی خودم رو در غم هم‌میهنانم شریک میدانم و از همه شما میخواهم که درخواستی رو که همه ایرانیان از یکدیگر دارند، به هر ترتیبی که می توانید به یاری مردم بلازده و زلزله زده آذربایجان اهر بشتابند. در کمتر کشور جهان، در بیشتر شاید گفته شود کشورهای جهان، کشورهای دست کم پیشرفته و نیمه پیشرفته جهان، زلزله ای در حد آنچه که در اهر روی داد کشته به جای نمی گذارد. این تنها در کشورهای واپس مانده، کشورهای فقیر جهان است که به دلیل نوع خانه های روستاییان زلزله‌ای که آنقدرها هم قوی نبوده چنین پشتاری رو، چنین مرگومی رو، بی خانمانی رو به جای می آورد، به جای می گذارد. به راستی باید پرسید که چرا با این همه درآمد نفت، ثروت هنگفتی که در اختیار ما ایرانیان قرار دارد، در زیر زمین های ما هست، مردم اهر باید خانه و زندگی خودشون رو به دلیل یک زلزله متوسطی از دست بدهند و جان بسیاری پرپر بشود. این پرسشی است که به راستی باید در برابر همه ما قرار بگیرد. من هیچ وقت فراموش نمی کنم در همون سال پیش از پایگیری جمهوری اسلامی زلزله طبس در ایران اتفاق افتاد و آیت الله خمینی که در اون زمان هنوز امام نشده بود و رهبر جمهوری اسلامی نبود، در نامه‌ای که خطاب به مردم ایران درباره زلزله نوشت، گفت که زلزله بلای آسمانی نیست. خود زلزله شاید بلای آسمانی باشد، ولی ویرانی و مرگ و بیخانمانی و مجروح شدن مردم مسئولیتش با دولت است. من همون سخن ایشان رو که 33 سال پیش گفتند اینجا تکرار میکنم. زلزله یک پدیده طبیعی است، ولی این چنین ویرانی به دلیل یک زلزله متوسط، این همه کشته و مجروح و بی خانمان، تنها و تنها به دلیل ندانم کاری، به دلیل وضعیت نابسامان اداره کشور از سوی دولتیان است. چرا باید مردم بخت برگشته اهر و روستاهای پیرامون اهر در خانه های زندگی بکنند که با یک تکان ساده ویران می شود و این همه انسان رو پرپر می کند؟ این پرسشی است که باید همه ما ایرانیان در برابر خود قرار دهیم. و درست است که زلزله یک پدیده طبیعی بوده، ولی دولت رو به دلیل سالهای درازی نپرداختن به بهبود وضع مردم، از جمله بهبود وضع خانه های مردم، مسئول بدانیم. اما موضوع دیگر که در این هفته به پایان رسید المپیک بود. من آگاه با مسائل ورزشی جز علاقه به نگاه کردن
برخی از بازی ها مانند فوتبال و کشتی و غیره اونقدر آشنا با مسائل ورزشی نیستم و اینجا نه به عنوان یک کارشناس بلکه به عنوان یک علاقمند با شما هم میهنان سخن میگویم. من بسیار شادمان هستم از این شگفتی هایی که جوانان ایرانی در المپیک لندن آفریدند و این المپیک رو به یکی از موفقیت آمیزترین المپیک ها در تاریخ ایران تبدیل کردند. مدال های اونها به همه مردم ایران بسته است، به اونها در واقع متعلق است، مال همه مردم ایران است، مال ملت ایران است. امیدوارم این مدال ها رو مجبور نشوند تقدیم به رهبر بکنند یا مردم گمان کنند که این موفقیت دولت مثلا آقای احمدی نژاد بوده که جوانان ایران این چنین خوش درخشیدند. اما در لابلای این خوش درخشیدن جوانان ایران که به راستی از صمیم قلب با تمام وجود به اونها و به مردم ایران تبریک میگویم، یک درد ماندگار تاریخی هم نهفته است. من نمیخواهم یک شادمانی رو به یک درد تبدیل کنم، ولی چه کنم که نمیتوان به این درد تاریخی اشاره نکرد. هیچگاه اندیشیده اید که چرا این درخشش جوانان ایران در ورزشگاه های جهان، در صحنه های ورزشی، در المپیک، بازی های دیگر همه جنبه فردی دارد و ما درخشش تیمی نداریم؟ یعنی در کشتی و وزنه‌برداری و جودو و کارهای از این دست است که ایرانیان مدال میگیرند، نه در والیبال و فوتبال و بسکتبال و کارهای جمعی. کارهای تیمی ما در زمینه ورزش به همون گرفتاری دوچار است که جامعه ما دوچار است، فرهنگ ما دوچار است. ما از کار جمعی گریزانیم. ما تنها با قهرمانی های فردی در تاریخ زندگی کرده ایم. احزاب، گروه های جمعی، سندیکاها، نهادهای مدنی به راستی نماینده کننده مردم در میان ما بسیار بسیار ناتوان و ضعیف است. تاریخ ما تاریخ احزاب سیاسی مدرن نیست، تاریخ نهادهای مدنی نیست، تاریخ برجستگی ها و درخشش های فردی است. افراد هستند که معروف می شوند، مانند رضا شاه، محمد رضا شاه، دکتر محمد مصدق، آیت الله خمینی و دیگر شخصیت هایی که در تاریخ ما نیک و بد به هر حال نامشون به جای مانده، امیر کبیر. ولی کمتر یادگارهای جمعی در تاریخ داریم. تقریبا همه کار فرهنگ ما فردی است، از موسیقی ما گرفته تا ورزش ما تا فرهنگ سیاسی ما اساساً با درخشش های فردی ارتباط داره. و بنابراین در درون این شادمانی یک غمی هم نهفته است، غم ناتوانی های کار اجتماعی در میان ایرانیان، موضوعی که اتفاقا در بخش بیشتر برنامه امروز من به اون خواهم پرداخت. هفته پیش که من در استودیو نبودم و از منزل برنامه رو پخش می کردم از راه اسکایپ، متاسفانه با گرفتاری های فنی روبرو شدیم. اینکه سرچشمه این گرفتاری های فنی از کجا بوده، شاید بیشتر اونها از دستگاه و کار ارتباطی خود من برخواسته بود، ولی به هر حال می دانم که تلویزیون در حال بهبود دادن امکاناتی است که حتی این ارتباط از بیرون هم قوی تر بشود. ولی به هر روی به دلیل اینکه بخش‌هایی از برنامه هفته پیش قابل شنیدن یا دیدن نبوده و در بازپخش برنامه که روزهای چهارشنبه ساعت 10 شب به وقت کالیفرنیا صورت می‌گیرد این بخش برنامه اصلا پخش نشده، من به ناچار قسمت‌هایی از آغاز برنامه رو، برنامه هفته پیش رو، بار دیگر برای شما تکرار می‌کنم، چون موضوع بسیار مهمی بود و لازم بود که من به این موضوع اشاره بکنم و ارتباط با محتوای برنامه من، با دیدگاه من در بررسی مسائل و در میان گذاشتن اونها با شما داشت و نمیتوانم اون رو تکرار نکنم، چرا که بسیاری از شما به دلیل این ارتباط ضعیف و گرفتاری که از برنامه من به وجود آمده بود
و همچنین به دلیل عدم بازپخش اون که میدانم بسیاری از شما برنامه من رو در بازپخشش میبینید، متاسفانه بسیاری از این نکاتی رو که در برنامه هفته پیش مطرح کردم شما نشنیدید و پس امروز به بهانه ایمیلی که از یک نفر ایرانی شکایت کننده از برنامه هایم دریافت کردم، این نکات رو با شما در میان میگذارم. در بخش دوم برنامه یا بخش بیشتر برنامه به موضوعی میپردازم که هفته پیش آغاز کرده بودم. هفته پیش 106 سالگرد صدور فرمان مشروطه در ایران بود. 106 سال از زمانی که مردم ایران گمان کردند که بر حاکمیت خودشون، بر آینده خودشون، بر زندگی خودشون چیره هستند میگذرد و ما همچنان گرفتار مسائلی هستیم که بر روی در این برنامه ها من و شاید برخی دیگر از کسانی که مانند من میاندیشند با شما در میان میذارند. همون چونی که در هفته های گذشته به آگاهی شما رساندم، بیشتر برنامه من به بررسی تاریخ توجه داره. پرسیدند خیلی از دوستان از من که چرا من به تاریخ میپردازم و من بارها پاسخ دادم که در این تلویزیون ها برنامه های سیاست روز بسیار زیاد هست و دیگران به این مسائل میپردازند. این نیست که من به مسائل سیاسی روز نمیپردازم. من کوشش میکنم که با توجه به آنچه که از تاریخ برای ما به جای مانده، اون درس های ارزشمندی که میتوان از تاریخ گرفت، برگ های بسیار جالبی که گاه غم انگیز و گاه پر از شور و پر از افتخار از تاریخ به ما رسیده، ما میتوانیم به مسائل امروز هم بپردازیم. این است که من با توجه به رشته آگاهی خودم که تاریخ است، بیشتر به مسائل تاریخ میپردازم و پرداختن به تاریخ هم به این معنا نیست که به مسائل امروز جامعه ایران بی توجه هستم یا میخواهم شما رو به گذشته های دور ببرم. نویسنده ای یا به هر حال نباید بگم نویسنده، چون شغل ایشان نویسندگی نیست، ولی آدمی که علاقمند هست که گاه و بیگاه در ایمیل ها به من یا از راه دیگران به من پرخاش بکنه، در یک ایمیل مستقیمی که چند هفته پیش به من فرستاده بود، یا تقریبا 10 روز پیش باید بگویم برای من فرستاده بود، سخنش رو این گونه آغاز کرده بود که کلامم را با احترام آغاز میکنم که متهم به چماق نشوم، چون مدتی است متوجه شدم که آنچه شما بگویید نقد است و اگر ما بر نقد شما نقد کنیم فحاشی است و دارد کم کم حالی من می شود که نقد هم در انحصار شماست و ما به سبک سرکوب رژیم باید بخوریم، دم نزنیم و حق اخ گفتن هم نداریم، یا آخ گفتن هم نداریم، نمیدونم منظورشون کدوم بوده، چون دهانمان را با ترفندهای روشن فکرانه میبندید. ترفند رو هم البته با تین نوشتن. خوب است که به هر حال آگاه باشند که واژه فارسی رو با تین نمیتوان نوشت. اما ایمیل درازی است. منو متهم کردند که در اون مقاله‌ای که در نقد به مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی نوشتم، در واقع جانب اجانب رو گرفتم، یعنی منظورشون رسانه آلمانی است. من به محتوای اون نامم مقالم کار ندارم، به اون محتوای اون نوشتارم کار ندارم، جاش در این تلویزیون نیست، چون بحث هایی است که به هر حال در بیرون از این تلویزیون برانگیخته شده و جای اون در این برنامه نیست و من نمیخواهم وارد این گفتگو بشوم. اما نکته‌ای که هفته پیش آغاز کردم و شاید به دلیل کیفیت ضعیف برنامه من بسیاری از اون رو شما همیهنان گرامی متوجه نشده باشید، امروز در ارتباط با این ایمیلی که دریافت کردم و ایمیل های دیگری که دریافت میکنم و ایمیل هایی که برای دارنده تلویزیون، مدیران تلویزیون فرستاده میشود در میان گذاشتم، امروز بار دیگر بازگو میکنم. فکر میکنم بسیار اهمیت داره. اشاره کردم که سانسور به 3 شکل میتواند در یک جامعه اعمال بشود که ما در کشورمون هر 3 مورد رو، هر 3 نمونه رو داشتیم.
برجسته ترین نمونه و آشکارترین و شناخته شده ترین نوع سانسور، سانسور دولتی است. دولت جلوگیری می کند از دادن آگاهی ها، بگوید که برخی مسائل نمی توان نوشته شود. بر حکومت های ایران در از زمان مشروطه تا به امروز این نوع سانسور همواره حاکم بود. حتی در بهار آزادی مشروطه هم طبق قانون اساسی مشروطه پاره ای از مسائل در روزنامه ها نمی توانست درج شود. البته در همه کشورهای جهان، در آزادترین کشورهای جهان هم ناسزا گفتن و توهین و متهم کردن و حرفای پلید در رسانه ها زدن دارای محدودیت های حقوقی و قانونی است و شما اگر به کسی اتهامی بزنید، حتی در آزادترین کشورهای جهان از جمله در اسکاندیناوی یا آلمان، شما را به دادگاه می توانند بکشانند. مراد من از این نوع کارها سانسور نیست. اینها محدودیت های حقوقی است که برای حرمت انسان ها، برای کرامت انسان ها در حتی رسانه های بسیار بسیار آزاد هم باید مراد شود. یا مثلا رسانه هایی که در ساعت هایی پخش می شوند، رسانه های تلویزیونی که کودکان به اونها می توانند نگاه کنند، برخی از فیلم ها یا آگهی ها رو نمی توانند پخش کنند. اینها چیزهای طبیعی است که در کشورهای مدرن جهان هم مورد پذیرش است. مراد از سانسور دستور دولتی است که جلوگیری کند از پخش پاره آگاهی ها، جلوگیری کند از چاپ به برخی کتاب ها و اجازه ندهد که مثلا روزنامه آزادانه دیدگاه های متفاوت از دیدگاه حکومتی رو به چاپ برسانند. این در دوران 57 ساله رژیم گذشته ایران چیره بوده، برقرار بوده. در بیشتر دوران ها سانسور حاکم بوده، دستگاه سانسور وجود داشته و در دوران 33 ساله جمهوری اسلامی هم بیشتر از پیش افزایش یافته. بنابراین می توان گفت از 100 سال مشروطه دست کم 90 سال اون رو ما با سانسور زندگی کردیم. پیش از اون هم گمان نکنید که سانسور نبوده. در دوران پیش از مشروطه، در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه هم سانسور با شدت و حدت اعمال می شده و جلوگیری از حتی رسیدن روزنامه ها از خارج از ایران به داخل ایران جزو وظایف یک اداره دولتی بوده. افرادی مسئولیت داشتن که جلوگیری کنن از اینکه پستخانه روزنامه های زاله رو یا اونهایی که از آزادی سخن میگفتند و مشروطه، اینها رو به ایران به مردم برسانند. این یک نوع سانسور است. مردم ایران با این نوع سانسور بسیار بسیار آشنا هستند. نوع دیگر سانسور که در میان ایرانیان، چه ایرانیان دین باور و چه ایرانیان سکولار یا بیدین همواره رواج داشته، خودسانسوری است. با مصلحت‌های دینی، مصلحت‌های سیاسی، مصلحت‌های اجتماعی. در درازای تاریخ به این تقیه می‌گفتند. یعنی شیعیان حق داشتند که حتی باورهای دینی خودشون رو پنهان کنند و مثلا نگویند که شیعه هستند. در دوران مدرن این خودسانسوری با یک درجه ای از ضرورت برای زندگی ارتباط پیدا کرده. یعنی یک نویسنده، یک روزنامه نگار متوجه بوده که چه جایی باید خودش رو کنترل کنه و چیزی رو نگوید که باعث گرفتاری او بشود یا روزنامه او رو به خطر بیاندازد یا شغلش رو از دست بده. این خودسانسوری در میان ارباب روزنامه ها، ارباب جراید، دارندگان رسانه ها به یک هنر تبدیل شده بود. در دوران رژیم گذشته و امروز هم بسیاری از اونهایی که دستن در کار رسانه ها هستند در ایران، البته در ایران رادیو و تلویزیون همواره دولتی بوده، بنابراین وقتی از رسانه هایی که غیر دولتی صحبت میکنیم منظور بیشتر رسانه های چاپی است، چون رادیو تلویزیون که تکلیفشون روشن است، اساسا دولتی است و سانسور دولتی بر اونها حاکمه. اما بسیاری از نویسندگان ایران، روزنامه نگاران ایران، دارندگان روزنامه ها در همه 100 سال گذشته دوران مشروطه به این سوی برای حفظ روزنامه‌شون گاه
یا حتی حفظ جانشون مراعات میکردند و اگر مراعات نمیکردند بلای مانند محمد مسعود سرشون میامد که روزنامه‌نگاری بود که بسیاری از مرزها رو بهش پایبند نبود، حتی جنجال به پا میکرد و گاه از یک کاه کوه میساخت و گاه هم افشاگری های راستگویانه ای رو مطرح میکرد، ولی به هر روی جان خودش رو در این راه از دست داد. بنابراین بسیاری از روزنامه نگاران ایران و نویسندگان ایران یک درجه ای از خودسانسوری رو دنبال میکردن، پیروی میکردن ازش. در میان افراد سیاسی همچنین بوده، برای اینکه مبادا اگر با گروهی هستند هم اندیشانشون، عرض کنم که هم گروهی هایشون، رفقا و دوستانشان از اونها برنجند، حتی هنگامی که از اون گروه هم جدا می شدند با خودسانسوری در واقع رفتار می کردند و حقایق رو نمی گفتند. شما نگاه کنید در بسیاری از یادنامه هایی که چاپ شده، زندگی نامه هایی که چاپ شده از بزرگان رژیم گذشته ایران، گفتگوهای رادیو تلویزیونی که انجام دادند، گفتگوهایی که برای آرشیوهای دانشگاهی انجام دادند، به این خودسانسوری توجه دارند. یعنی ملاحظه می کنند که مبادا سخنانشون حتی کسانی که دیگه در میان ما نیستند پیرامونیان اونها رو برنجانه، دوستانشون رو ناراحت کنه. من دوستانی دارم از میان کسانی که با من هم اندیش نیستند، در میان طرفداران پادشاهی، که وقتی ما خصوصی صحبت میکنیم با من یک گونه صحبت میکنند، وقتی در میان مردم هستند به ناچار به گونه دیگر صحبت میکنند. من تردیدی ندارم که در میان جمهوری خواهان هم چنین رفتارهایی وجود داره، در میان چپ و راست و مسلمان و غیر مسلمان چنین رفتارهای خودسانسوری و صلاح و مصلحت خیش رو دیدن و همه راستی ها رو نگفتن وجود داره، به یکی از گرفتاری های تاریخی جامعه ماست. اما یک نوع دیگر سانسور هم وجود داره که این نوع دیگر سانسور به ویژه در خارج از کشور اعمال می شود. نمونش این ایمیله و ایمیل های از این دسته، تلفن هایی است که زده می شود، یعنی تهدید به این که شما اگر این نوع حرف ها رو بزنید ما شما رو رسوا می کنیم، ما از شما به دیگران شکایت می بریم، به دارنده این تلویزیون متوسل می شویم که برنامه شما رو قطع بکنه. خوشبختانه دارنده این تلویزیون و مدیران این تلویزیون دارای چنان سعی صدر و به راستی بردباری دیدگاهی هستند که زیر این فشارها خم نیاورده و به باور من خم نخواهند آورد، یعنی تسلیم این نوع شانتاژها نخواهند شد. اما این روشی است که در این خارج از کشور بسیار رایجه. در یک برنامه تلویزیونی دیگری با مثلا گفتن دروغ درباره حرفی که من زدم فضا رو چنون ملتهب میکنند که من دیگر از این سخنها نگویم، ده ها نفر رو میآورند مصاحبه میکنند بدون اینکه منی که به هر حال مورد مثلا اتهام هستم بتوانم در اون برنامه از خودم دفاع کنم، و به این ترتیب میترسانند افراد رو برای اینکه حرف نزنند. خب این سانسور، اگر این افراد وارد کار دولتی بشوند همین رفتار رو دنبال خواهند کرد. کسی که اینجا برای من می نویسد که شما جانب اجنبی رو می گیرید، و یا کسانی که ایمیل می کنند یا در برنامه ها می گویند که حرفهای من بودار هست، این که کیهان شریعت مداری از حرفهای من واگفته ای را آورده نشان می دهد که شاید من سرم به جایی بسته است، ساعت از جایی در واقع چیزی رو میگیرم یا منافع دولت ایران رو دنبال میکنم، کسی که به نوشتارهای من، به کتابهای من، به برنامه های من نظری بیفکند میداند که من تا بن استخوان با حکومت دینی مخالفم، هوادار اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق فردی هستم و در برابر هیچ زور و زری تاب نمی آورم.
بنابراین این نوع تهدیدها به جایی نخواهد رسید، اما یک تأثیر دارد و اون است که فضای سیاسی اجتماعی رسانه‌های خارج از کشور رو میتواند آلوده بکند، بیمناک بشوند افراد از اینکه کاری رو انجام بدهند. دوستان گرامی، کسانی که چنین نوع ایمیل هایی رو میفرستید، فراموش نکنید دموکراسی اساساً مفهومش حکومت اکثریت نیست. بسیاری از حکومت‌های اکثریت ضد دموکراتیک هستند. جمهوری اسلامی رو آراء اکثریت بر ایرانیان چیره کرد، رفتند رأی دادند بیشتر مردم ناگهانه. ولی دموکراسی بنیادش پلورالیسم است، چندگانگی اندیشه است، آزادی تنوع فکر و اندیشه است. و اگر این رو نمیپذیرید به دموکراسی باور ندارید. دموکراسی آزاد نهادن آدمی مانند من است که بتوانم حرف مخالف شما رو بزنم، و آزاد بودن شماست که بتوانید حرف مخالف من رو بزنید، ولی با منطق، با استدلال، نه با ناسزا، نه با تهدید، نه با اسم مستعار. بر روی به پیام‌های بازرگانی گوش می‌کنید و من رشته کلام رو پس از اون دنبال خواهم کرد. با افتخار تقدیم می کند شنبه 25 آگست، بعد از مدت ها انتظار، جاودان صدای عشق، معین. درد و بلا واسه خواب بجونم، نزا بیشتر از این چشم برات بمونم. معین تمام قصه هامو از تو دارم، بهتری خاطر هامو از تو دارم. در نوکیا تیتر شنبه 25 آگست. تلفن اطلاعات 818-905-77-74. شنبه 25 آگست. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و سایت تیکت مستر. ارائه از احمد مسعود. مسافران عزیز، تلفن دستی یا موبایل خود را در هر کجای دنیا می توانید استفاده کنید. هنگام مسافرت به هر کجای دنیا، از هر کشور به کشور دیگری با عزیزانتان بدون پرداخت رومینگ چارج و به صورت رایگان صحبت کنید. با بهره گیری از سیستم تلکام هاست شما می توانید هر آنچه که می خواهید تلفن دریافت کرده و حتی وایس میل رایگان داشته باشید. تمامی پیغام های شما توسط سیستم تلکام هاست در زمان مسافرت به ایمیل شما فرستاده خواهد شد. 1-800-818-7000 و برای تماس از خارج از آمریکا با 1-310-289-9000. بینندگان عزیز، همینطور که مطلع هستید، گرفتن اقامت آمریکا هر روز داره مشکل تر میشه. با توجه به اقتصاد جهانی، دولت آمریکا با قانونی به نام EB-5 موافقت کرده که با گذاشتن $500,000 سرمایه در این کشور و تولید شغل برای شهروندان این کشور، شما بتونید گرین کارت آمریکا رو دارا بشید. به همین خاطر با من با شماره 818-806-0000 تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتر رو تقدیم حضورتون کنم. در ضمن اگر هنرمند، ورزشکار و یا نخبه هستید هم میتونید در رابطه با EB-1 با من تماس بگیرید. با سلام، من مهدی مینویی، همچون گذشته با همکاری وکلای مجرب شما را در گرفتن گرین کارت، سیتیزنشیپ، پناهندگی و ویزاهای نامزدی دانشجویی توریستی همراهی خواهم کرد. لطفاً با شما تلفن های 949-275-3447 و یا 949-32 ویزا 4 و یا با ایمیل آدرس raah.usa@yahoo.com با من تماس بگیرید. از اعتماد و حمایت 25 ساله گذشته شما بسیار سپاسگزارم. بیژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما از ایالت کالیفرنیا در کلیه امور مهاجرت به آمریکا. پذیرش تحصیلی بدون تافل، ویزای توریستی، تجارتی نامزدی و پناهندگی. از 30 سال تجربه این دفتر به نفع خود استفاده کنید. دفاتر در فرودگاه لس آنجلس و شهر بیولی هیلز. 201-310-271-3600. گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، به بخش دوم برنامه یک کلمه امروز رسیدیم.
در واقع این بخش دوم یک کلمه امروز من با شماست، اون که آنچه که در بخش پیشین گفتم پیشگفتاری بود برای این قسمت دوم. اشاره کردم که هفته پیش 106مین سالگرد نوشته شدن فرمان مشروطه از سوی مظفرالدین شاه بود. درباره این مشروطه سخن بسیار گفته شده، ولی باید گفت سخن بسیار اندک هم گفته شده. یعنی هنوز در میان ایرانیان امروز پس از 106 سال برداشت روشنی از این نیست که انگیزه مشروطه چه بود، در کجا ناکام ماند و در کجا کامیاب شد. این است که گاه میشنوید که میگویند اونهایی که خیلی تندروتر هستند که مشروطه در از همون آغاز شکست خورد، همون دوله ها و سلطنه ها آمدن سر کار، عده‌ای میگویند که مشروطه ناکام ماند و با پیدایش دولت پهلوی اصلا مشروطه از میان رفت. در برابر اونها کسانی هستند که معتقدند که اصلا رضا شاه فرزند مشروطه بود، سمبل مشروطه بود، اصلا دولت پهلوی مشروطه رو در ایران در حد ممکن خودش اجرا کرد. برخی هم معتقد هستند که اصلا مشروطه از بنیاد نادرست بود و کشور باید به دنبال یک شریعت میرفت، به دنبال یک دستگاه دینی، یک دولت دینی میرفت، که امروز به هر حال فرزندان اون اندیشه بر سر کار هستند. هنوز پس از 106 سال ما نتوانستیم یک برداشت چیره، برداشت جامع درباره اینکه مشروطه چه بود، مدرنیته چه بود، آیا به کام رسید یا ناکام شد، یا اصولاً کام و ناکامی های این مدرنیته و مشروطه رو در یک سپهر بدور از پیورزی، بدور از جانبداری سیاسی بررسی کنیم. به نظر من در ارزیابی هایی که از این دوران 106 ساله می شود، در تمام این ارزیابی ها یک عناصری از راستی رو می توان یافت، ولی همه راستی رو نمی توان یافت. موضوع مشروطه اساساً دو آرزو بیشتر نبود. یعنی در برنامه مشروطه دو چشمنداز قرار داشت و همین و بس. دیگر مسائل پیرامون آن جنبه های کناری داشت. این دو مسئله اساسی مشروطه چه بود؟ مشروطه و مشروطه خواهان یک میخواستند دولت مدرن در ایران بسازند، یعنی دولت ملت رو بنا کنند، دولت ملی بنا کنند، حالا با هر عبارتی که بود در واقع بیایند و یک دولت مدرن ملی بسازند. این یکی از دو آرمان مشروطه بود. آرمان دوم مشروطه مسئله مشارکت مردم بر سرنوشت خیش بود. البته به داوری من این دو آرمان با هم در پیوند هستند، ولی یکی نیستند. یعنی کوشش برای ساختن دولت مدرن با کوشش برای مشارکت مردم در سرنوشت خیش و سرنوشت سیاسی و اجتماعی خیش یکی نیستند. زیباترین نوع حکومت ها در جهان اون حکومت هایی هستند که کوشش برای ساختن یک دولت مدرن یا نهادهای مدرن با آزادی و مشارکت مردم در سرنوشت خیش در هم میامیزه و این دو در واقع دروی یک سکه میشوند. مردم در ساختن دولت مدرن شریک و همکار و همانباز میشوند، کوشا میشوند، ولی این دو موضوع در دوران مشروطه در آغاز کار میتوان گفت که تا اندازه‌ای نه از هم جدا، ولی با دو دیدگاه مطرح می شود. یکی کسانی که پافشاری می کردند بر روی ساختن دولت مدرن، دولت ملی، دولت نو، دولت غیر ایلی و ساختن نهادهایی که این دولت غیر ایلی و دولت مدرن رو مدرن می کنه، مانند آموزش اجباری در دوران دبستان، ساختن ارتش مدرن، ساختن بانک، ساختن راه‌ها، امنیت راه‌ها، امنیت بازرگانی، بنای وزارتخانه‌های نو، ایجاد ساختارها و نهادهایی که اسناد و
زندگی مردم رو در اون ثبت کنه و همه چیز به هر حال به طور مدرن صورت بگیره، گردآوری آمار، کمک به بازرگانان برای صادرات و واردات، ساختن دانشگاه، سپس رادیو و پس از اون تلویزیون و به طور کلی مجموعه اون دستگاه‌ها و نهادهایی که یک دولت مدرن رو در دنیای 200-300 سال گذشته جامعه بشری به وجود آورده. اساساً 200 سال گذشته جامعه بشری از زمان پیدایش دولت مدرن در ایالات متحد و سپس انقلاب فرانسه، پیدایش دولت‌های مدرن اروپایی، ما با این کوشش روبرو بودیم. در سرتاسر جهان تلاش برای مدرن سازی دولت‌ها و پیدایش دولت‌های ملی یکی از آرمان‌های مردم در گوش و کنار جهان بوده. وقتی هم می‌گوییم دولت‌های ملی، ضرورتاً معنای اون این نیست که دولت باید حتماً از آن ملت باشه. این قسمت دومی است که بهش اشاره خواهم کرد. ولی منظور از دولت‌های ملی همان واژه نیشن استیت، اتاناسیون یا دولت ملت است که پدیده است مدرن. اگرچه ایران یک پیشینه دولتی بسیار کهن دارد و دیوان سالاری ایران کهن‌ترین دیوان سالاری جهان به شمار می آید، اما دولت در ایران و دولت ادامه دار ما در ایران داشتیم، دولت در ایران از زمان مشروطه یا اندکی پیش از مشروطه کوشش برای مدرن سازی اون صورت گرفته. شاید از زمان امیرکبیر نخستین کوشش برای مدرن کردن ساختارها و نهادهای دولتی آغاز شد. سپهسالار کار ناتمام و شکست خورده امیرکبیر رو دنبال کرد. اولین مدل مدرسه عالی در ایران دارالفنون به وجود آمد. نخستین بار هیئت وزیران در ایران شکل گرفت. یعنی کوشش کردند کار وزیران رو از یکدیگر جدا بکنند و کسی به نام صدر اعظم بر بالای هیئت وزیران بنشیند. کوشش کردند دستورنامه‌هایی رو که بعدها صورت قانون به خودش گرفت بنویسند. برای وزارتخانه‌ها، سپس مدرسه علوم سیاسی، مدرسه حقوق به وجود آمد. سالهای پس از آغاز کار سپهسالار و پیش از اون امیرکبیر، رشدیه نخستین مدارس نو رو از ترکیه عثمانی اون زمان و قفقاز به ایران ارمغان آورد. دستور تازه‌ای برای آموزش زبان فارسی برای کودکان نوشت و آموزش نو رو در ایران روان کرد. نخستین مدرسه های دخترانه در ایران شکل گرفت. همه اینها مربوط می شود به 10 سال 15 سال پیش از مشروطه و چند سال پس از مشروطه. بنابراین موضوع مشروطه، نخستین موضوع مشروطه، ساختن دولت مدرن بود. این کار رو که پیش از مشروطه آغاز شده بود، مشروطه شتابان کرد، رسمی کرد، قانونی کرد، به آرمان جامعه ایران تبدیل کرد و دولت ایران پس از مشروطه، همه دولت‌های پس از مشروطه تا زمان شکل گرفتن دولت جمهوری اسلامی، اساساً در این راستا گام برداشتند. به داوری من دولت پهلوی ادامه کار مدرن سازی دوران مشروطه بود. در این جای تردید نیست که بسیاری از کارهایی که در دوران رضا شاه صورت گرفت، نطفه اونها در مجلس اول بسته شده بود. جزو آرمان‌های مردم در دوران مشروطه بود که سرانجام دانشگاه در ایران ایجاد شد. فکر راه‌آهن فکر آغاز شده در دوران رضا شاه نبود، در دوران رضا شاه انجام شد. این فکر برمیگرده به اندیشه‌های مثلا مستشارالدوله تبریزی، نویسنده یک کلمه که حتی دفترچه‌ای در مورد راه‌آهن نوشت و به ناصرالدین شاه داد و ناصرالدین شاه او رو به آن دفترچه رو مانند بسیاری از طرح‌های دیگر نوسازی جامعه به فراموشخانه تاریخ سپرد. اینها در اروپا زندگی می‌کردند، می‌دیدند که سفر چقدر آسان است، تجارت، بازرگانی چقدر ساده شده. به دلیل راه‌آهن، به دنبال راه‌آهن بودند. احساس می‌کردند راه‌آهن امنیت هم می‌آورد. بر روی بسیاری از این ارزش‌هایی که مربوط بود به ساختن یک ایران مدرن یا ساختن یک دولت مدرن که نخستین آرمان و نخستین چشمنداز مشروطه بود،
در سالهای پس از مشروطه دنبال شد. بنابراین اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ بدهیم که آیا مشروطه ناکام شد یا کامیاب بود، باید بگوییم که در راستای جنبه نخست یا آرمان نخست، چشمنداز نخستی که در برابر مشروطه قرار داشت، تا حد زیادی ما موفق بودیم. یعنی ایران در شاهراه مدرن شدن، چه از صورت ساختار دولتی و چه از نقطه نظر پیدایش نهادهای مدرن در جامعه و پیدایش به هر حال ابزاری برای پیشبرد و رشد جامعه دست یافت. می توانید بگویید که می توانست شتابان ترین چنین کاری را انجام بدهد؟ من با این ارزیابی موافق هستم. اگر گرفتار تنگناهای جنبه دومی که اشاره خواهم کرد نشده بودیم، چه بسا این پروژه رشد و توسعه جامعه و پیدایش نهادهای مدرن شتابان‌تر و استوارتر جلو می‌رفت. ولی به هر روی آنچه که در مشروطه آغاز شده بود، در دوران پس از مشروطه، در تمام دولت‌های پس از مشروطه، از جمله در دوران پهلوی دنبال شد. بنابراین ایران در مسیر مدرن سازی و در مسیر ساختن یک دولت مدرن گام برداشت. آرمان دوم مشروطه چه بود و در اونجا چه روی داد و آیا در اون زمینه هم ما موفق بودیم؟ دومین درخواست و آرمان و چشمنداز مشروطه مشارکت مردم بود که مجلس در واقع سمبل اون به شمار می آمد، که مردم رو باید به بازی گرفت، همه کار رو قرار نیست شاه انجام بدهد. ببینید سپهسالار هنگامی که تصمیم گرفت مدرن سازی رو با اون چیزهایی که در عثمانی دیده بود، در از اروپاییان شنیده بود، آگاهی یافته بود، در ادامه کار امیر کبیر به ایران بیاورد و اصلاحات سپهسالار نام گرفت و کتاب بسیار ارزشمندی هم در این زمینه زنده یاد آدمیت نوشته، چه کرد؟ دست ناصرالدین شاه رو گرفت و او رو به اروپا برد، برای اینکه باور بر این داشت که بدون اینکه ناصرالدین شاه به ارزش مدرن سازی جامعه پی ببرد، جامعه نمیتواند وارد اصلاحات بشود. اصلاحات سپهسالار نیاز به پشتیبانی شخص ناصرالدین شاه داشت. مشروطه از این راه منحرف شد، به درستی هم منحرف شد. گفت مهم نیست که شاه مدرن باشد یا نباشد، مهم نیست که مظفرالدین شاه اروپا رفته باشد یا نرفته باشد، ما باید مردم رو در سرنوشت آینده خودشون، امروز خودشون شریک کنیم. این سنگ بنای دموکراسی است. یعنی موضوع دموکراسی مشارکت مردم است. یکی از پایه‌های دموکراسی مشارکت مردم است و برای مشارکت مردم شما به آزادی نیازمندید. آزادی بیان، آزادی نوشتار، آزادی اجتماعات، آزادی در دادن رأی، آزادی در رخت، پوشاک، سفر، چاپ کتاب، ایجاد نهادهای مدنی، ایجاد احزاب، گرد همایی، همه این چیزهایی که امروز در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. مشارکت مردم دومین آرمان انقلاب مشروطه بود. اولین رو اشاره کردم، ساختن دولت مدرن. مشارکت مردم نیاز به دموکراسی، نیاز به آزادی داشت. این مشارکت آغاز شد در همون مجلس اول، وقتی که پس از فرمان مظفرالدین شاه نزدیک به 2000 نفر رفتند و در باغ مدرسه نظام گرد آمدند، نخبگان جامعه تهران و برخی از شهرستان ها هم که در تهران بودن اون زمان، نخبگان همه دسته های اجتماعی، همه طیف ها، از شاهزادگان قاجار تا روحانیان تا بازرگانان تا شاگرد های بازاری، تجارتخانه ها، از کوچک و بزرگ، نخبگان درگیر در مشروطه در باغ مدرسه نظام جمع شدند و با مشارکت، نه اینکه گمان کنید مانند صورت‌های مدرن امروزی ورقه تقسیم می‌کردند و رأی پنهان می‌گرفتند، خیر، با یک اجماعی، با یک رایزنی گروهی رو برگزیدند که اینها بروند و نظامنامه انتخابات بنویسند
و اولین مجلس مشروطه تشکیل بشود و این نظامنامه انتخابات که نوشته شد در واقع همان بنیاد قانون اساسی بود، یعنی بر پایه همین نظامنامه انتخابات و تعیین حقوق مجلس بود که در مجلس اول، چند ماه نخست مجلس اول پیش از آن که مظفرالدین شاه در بگذرد، قانون اساسی مجلس رو، قانون اساسی ایران رو نوشتند، نه متمم، قانون اساسی رو نوشتند و حقوق مردم، حقوق نمایندگان مردم و کیفیت مجلس شورای ملی رو تعیین کردند و پس از اون نشستند و متمم قانون اساسی رو نوشتند که در اون حقوق ملت، حقوق سلطنت، مسئولیت وزیران، نهادهای گوناگون، حقوقشون، رابطهشون با یکدیگر، قوای سگانه، مناسبات میان قوای سگانه تا حدی که در اون زمان عقل و شعور و فهمشون میرسید رو تعیین کرده بودند با همه گرفتاری هایی که جامعه ایران در اون زمان داشت. جامعه بسیار کم سواد، کم دانش، آگاهی های محدود از دستاوردهای اروپایی، از ارزش های چیره بر کشورهای پیشرفته دنیا یا اندیشه هایی که به هر حال بنیاد دموکراسی و پیشرفت و مدرنیته در اروپا بوده. در میان تعداد بسیار کمی از مردم ایران این ارزش‌ها شناخته شده بود. با همه این محدودیت‌ها به هر حال نشستند و قانون اساسی نوشتند و متمم قانون اساسی. وقتی که نظامنامه انتخابات رو نوشتند و نخستین انتخابات در تهران انجام شد، اولین گام جامعه ایران برای مشارکت مردم برداشته شد. مردم از سوی از در واقع به نمایندگی از سوی مردم، این کسانی که از سوی اصناف انتخاب می شدند، اینا آمدند وارد مشارکت شدند. دیگه شاه نبود که فرمان می داد، شاه قاجار، بلکه قرار بود نمایندگان ملت، حالا با همه محدودیت هایی که این واژه ملت و نمایندگی ملت می داشت، قرار بود و بنا بود که اینها در واقع کار رو تنظیم کنند. و در مجلس اول، در همون دورانی که پیش از به توپ بستن مجلس گزارش های مجلس به دست ما رسیده، مذاکرات مجلس به دست ما رسیده، بسیاری از اونها هنوز باقی است. گواهی بر این است که این نمایندگان ملت به راستی با احساس مسئولیت قانون می‌گذراندند و خودشون رو نماینده مردم می‌دانستند، نه برگزیدگان دستگاه قاجار. و برای اینکه وضع مردم بهتر بشود قانون می‌گذراندند، یعنی مشارکت مردم در زندگی خودشان آغاز شده است. در اینجاست که باید گفت، در این قسمت دوم، در این آرمان دوم، این چشمنداز دوم مشروطه است در بخش مشارکت مردم در سرنوشت خیش است که ما در 100 سال گذشته ناکام باقی مانده ایم. نه در بخش مدرن سازی جامعه، نه در بخش پیدایش دولت مدرن. در ساختن دولت مدرن در ایران به نظر من آنچنان کار جامعه ما کامیاب بوده که حتی جمهوری اسلامی هم نتوانست ساختارهای مدرن دولتی رو به سود ساختارهای پیش مدرن دگرگون بکنه و اندیشه های پیش مدرن خودش رو در قالب و محتوای همین ساختارها و نهادهای مدرن جامعه گنجاند. نتوانست در برابر قانون اساسی مشروطه قانون اساسی ننویسد، نتوانست در مقابل مجلس شورای ملی، مجلس شورای اسلامی نسازد و بگوید که خیر، ما یک خلافت می‌خواهیم. ساختارهای مدرن در جامعه ایران تا به آنجا پیش رفته بود و پذیرفته شده بود که حتی این نیروی ضد مدرن هم نمی‌توانست این ساختارهای مدرن رو کنار بگذاره. در این زمینه اساساً جامعه ایران کامیاب بوده. دستاوردهای بسیار بسیار بزرگی دستیافته با همه ناتوانی های جامعه ایران. من کاری به فساد و دزدی ها و گرفتاری های دولتی در دوران های مختلف ندارم که این پیشرفت رو کند میکنه، اما در بخش دوم، در دومین آرمان مشروطه، دومین چشمنداز مشروطه که مشارکت مردم است، در اونجاست که ما در درازای 100 سال گذشته، 106 سال گذشته همچنان ناکام مانده ایم. بر هیچ یک از دوره های دراز پس از مشروطه، جز اینجا و آنجا، مثلا در چند سال نخست پس از فرمان مشروطه و سپس در دوره کوتاه دورهایی از دوره 12 ساله 20 تا 32، مشارکت مردم در میان نبوده.
مردم نه احساس مشارکت کردند نه گمان کردند که از مشارکت آنها چیزی به دست خواهد آمد. بنابراین اگر بخواهم سخن خود رو نسبت به مشروطه جمع ببندم، باید بگویم که ما در زمینه ای از زمان مشروطه به این سوی کامیاب بوده ایم و در زمینه ای ناکام. در این دو زمینه مکمل یکدیگر، دو زمینه که به یکدیگر پیوند دارند، دو زمینه که یکدیگر رو تمام می کنند، یعنی مدرن ساختن جامعه از یک سوی، پیدایش دولت مدرن از یک سوی و مشارکت مردم برای بنای دولت مدرن، در یکی تا حدود زیادی پیشرفت داشته ایم و در مورد دیگری گرفتاری های اساسی ناکام مونده ایم، اساسا ناکام بوده ایم. از این رو با این نکته در واقع صحبت سخن امروز خودم رو به پایان میرسانم که 106 سال پس از مشروطه با همه کامیابی هایی که در زمینه مدرن ساختن جامعه ایلیاتی ایران به دست آورده ایم، همچنان در زمینه مشارکت مردم ناکام و شکست خورده ایم و در واقع باید گفت که این ناکامی آن جنبه نخست رو هم بسیار ناتوان و سست کرده است. اگر این مشارکت مردم در زندگی آنها خودشان ممکن و شدنی بود، انجام شده بود، چه بسا پیشرفت های جامعه ایران به جایی رسیده بود که امروز در روستاهای اهر صدها نفر پرپر نمی شدند. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش باد. شنبه 25 آگست بعد از مدت‌ها انتظار، جاودان صدای عشق، معین.